به نام خدا نصر احمد عبدالرحیم زای هستم، بازیکن تیم ملی فدراسیون تکواندو از ولایت تخار بازی میکنم در مسابقات ملی نهمین دور با امید موفقیت همه بازیکنان، امید که بتانیم به افغانستان یک تیم اپدیت شده و تیم خوب را داشته باشیم از این مسابقات. بسم الله الرحمن الرحیم، اسم امید الله است، سحاک تخلص میکنم، از ولایت میدان وردک هستم، فعلا هم کاستر در منتخبات تیم کابل بازی کردم و مقام اول به دست آوردم و چهار ریف خودش کاست دادم تا که مقام اول به دست بیارم. فعلا هم کوشش میکنم که دوباره عضویت تیم ملی را کسب کنم. خب دوستای عزیز، سیمی فاینال وزن 80 کیلو یعنی وزن ششم را بیننده هستین که از این لحظه بعد آغاز میشه میان نثار احمد عبدالرحیم زای، مدالیست المپیک جوانان میان 206 کشور و همچنان نایب قهرمان نوجوانان آسیا که از قزاقستان موفق شد 2017 نقره آسیا را بگیره، در برابر امیدالله سحاک قرار گرفته. اصلا از میدان وردک است، فعلا برای کابل رقابت میکنه و دیده شده که در برابر دارنده چندی مدال بین المللی یعنی نثار احمد عبدالرحیم زای چگونه کار خواهد کرد. روی میزنه نثار عبدالرحیم زای و هر صورت 1-0 نثار پیش است و اخطار داده میشه برای امیدالله سحاک. کارت بلند میشه از طرف کوچ سحاک یعنی از طرف استاد نعمت‌الله حبیبی. بگنم هر دو تکواندوکار برای کابل رقابت میکنن و دیده شده که به فاینال وزن 80 کیلوگرم کدام تکواندوکار راه پیدا خواهد کرد. قد بلند داره امیدالله سحاک، نثار احمد عبدالرحیم زای هم قدرش خوب است. بیرنده نهمین دوره رقابت های انتخابی سرتاسری تیم ملی بزرگسالای تکواندوی افغانستان هستین که میان بهترین ها البته برگزار شده از ولایت مختلف، از 28 ولایت و همچنان 4 تیم از کابل، 1 تیم از مهاجرین افغان مقیم ایران و 1 تیم از مهاجرین افغان مقیم پاکستان. بازی ادامه پیدا میکنه، روی میزنه نثار عبدالرحیم زای، 2 امتیاز پشت پشت گرفت که 8 شد، 6 امتیاز در تقریبا 1 ثانیه گرفت که حالا یک اختارم که حریفش میگیره 8-1 میشه نتیجه. هشت یک پیش از نثار احمد عبدالرحیم زای در برابر امیدالله سحاک، حالا 11-1 میشه. سحاک هم روی میخواست بزنه موفق نشد، دست پرست یک امتیاز گرفت، 3-11. عبدالرحیم سحاک خطا میره، نثار احمد عبدالرحیم زای با هوگوی آبی است، حریفش امید سحاک با هوگوی سرخ است. هر دوشان پیش از این حریف های زیاد را بردن و تا سیم فاینال رسیدن. دوازده سه شده نتیجه. خیر روی بزنه نثار عبدالرحیم زای، مشت میزنه، امتیاز برش در نظر گرفته نمیشه، 12-3 پیشتاز است و راوند اول در لحظات به پایان میرسه. بیرنده بزرگترین رویداد ملی تکواندو هستین که فعلا
سیمی فاینال وزن 80 کیلوگرم است که تماشا میکنین. بعد از اون سیمی فاینال دوم برگزار خواهد شد و همچنان بعد از اون فاینال این وزن که قطعا جذابیت های خاص خودش را داره. رقابت ها نثار عبدالرحیم‌زئی آینده دار هست، سحاک هم آینده دار هست و هر دوشان سن و سال کم هم دارن و به یک نوع در این وزن ما ورزشکارهای قد بلند خیلی زیاد نیاز داریم که استعدادیابی میشن از همین رویدادهای ملی. بازم عبدالیو چاگی یک اختار دیگه هم میگیره، امید سحاک ده امتیاز نثار عبدالرحیم‌زئی پیش است. استاد بابکر خیل رفری وسط هست. روحلای نیکپا هم مهمان ویژه است، دارنده دو مدال المپیک و سایر اعضای محترم فدراسیون تکواندو و همچنان از فدراسیون های مختلف ورزشی آمدن و رویدادها میبینن. 15-4 شده نتیجه. بازی ادامه داره از طرف هر دو تکواندو کار میخواد روی بزنه، اما از پایین یعنی از عبدالی امتیاز گرفت. سحاک مشته که امتیاز نمیشه برش، میخواست پاکات بزنه، بازم به سر حریف اصابت نکرد. یک اختار میگیره امید سحاک. شانزده شش شده نتیجه. پای پیشوی نثار انجام میده. نثار احمد عبدالرحیم‌زئی که از بهترین رقابت هایش در مسابقات المپیک جوانان انجام داد که رنکینگ اول جهان از مصر را موفق شد ببره. بعد از ورزشکار ایران را هم شکست داده بود که در آخرین ثانیه کار به امتیاز طلایی کشیده شد و متاسفانه در امتیاز طلایی رقابت خود باخت به ورزشکار ایران، نتونست بره با فاینال. اگر فاینال میرفت قطعا طلای المپیک جوانان هم میگرفت. ما هیچ وقت از المپیک طلا نداریم. البته المپیک یعنی المپیک فرق میکنه، یکی المپیک جوانان است که او هم میانه بیشتر از 200 کشور جهان برگزار میشه که تاریخش برمیگرده به سال 2010، یعنی تقریبا 9 سال پیش یا 10 سال تاریخ داره. یکی برمیگرده به 1896 میلادی که ریشه و اساسش به 776 قبل از میلاد است که قدامت المپیک معاصر به 123 سال میرسه که اون مدال مدال بسیار با ارزشتر است که مدال رولای نیکپا است که خوشبختانه افغانستان هر دویش داره، هم المپیک جوانان توسط نثار احمد عبدالرحیم‌زئی در سال 2018 و هم رولای نیکپا 2008 تا 2012. و آرزو داریم که در رویدادهای آینده المپیک افغانستان بتونه که مدال بگیره و رنگ مدال هم تغییر داشته باشه. اگرچه کار سخت و مدیریت بسیار کار داره، ولی کار و تلاش زیاد بسیار زیاد کار داره که بتونیم ما استعدادیابی خوب داشته باشیم، در نهایتش یک نخبه را روان کنیم که بتونه بر ما مثل کرولای نیکپا مدال گرفت بازم مدال بگیره. به هر صورت مسابقه ادامه داره. 16-7 نتیجه است به نفع نثار احمد عبدالرحیم‌زئی. روی میزنه، امتیاز میگیره، بازم میخواد روی بزنه. خب سه امتیاز امید سحاک پذیرفته نمیشه، یک اختارم میگیره، دوباره
20 در برابر 7 باید نتیجه شود. بله 27 میشه و ادامه مسابقه. 9-20 22-9 مشت میزنه. این خاطره جالبه که ما از پیش از اینکه نثار اعزام شده به المپیک جوانان و کسب سهمیه ای بازی ها چی روی میزنه، دولیچاگی پای پیش روی شمارش آغاز میشه با آقای امید سحاک. خاطره جالبه میست که ماستر مینس اینها که گفتم میتونیم بزرگ مرد تاریخ تکواندوی افغانستان در کنار استاد بشیر و سایر بزرگای تکواندو هستن که افتخارای بسیار کلان را تانستن رقم بزن برای ورزش افغانستان. ماستر نظرشی بود که نثار اعزام نشه و یک ورزشکار از سبک وزنا اعزام شه، اما استاد بشیر ترکی نظرشی بود که نثار عبدالرحیم زای چون در سنگین وزن است کسب سهمیه راحت تر میشه و بعد از او نثار عبدالرحیم زای در کسب سهمیه موفق شد که حریف ببره و کسب سهمیه کنه. یعنی اما باید شد که نثار بره و حتی از المپیک جوانان هم مدال بگیره. بعد از رنکینگ اول دنیا را برد و با ایرانی هم فوق العاده کار کرد. حالا 28-9 نتیجه هست. مشت میزنه و مشابه که قرار بود تو ورزشکارا انتخاب شدن برای کسب سهمیه، من حضور داشتم در تمرینات بچه های تیم ملی. بحث و تبادل نظر مسئولین می بود که نثار برده شود یا ورزشکارای سبک وزن که در نهایت ورزشکار یعنی نثار احمد عبدالرحیم زای یک هفته بعدش ماستر با مشوره استاد بشیر انتخاب شد و در نهایتش نثار هم کسب سهمیه کرد و هم رفت مدال المپیک جوانان گرفت. فعلا در بزرگ سالا اولین تجربه خودش نثار انجام میده، اگرچه سن سال خیلی کم داره، 18 ساله است و تازه آمده به بخش بزرگ سالا، اما واقعا کارکردش خوب است. یعنی فعلا میبینیم با فاینل را پیدا کرد و فوق العاده و انتظار از این تکوند کار شایسته. 28-11 ریف هم میبره و با اختلاف 17 امتیاز حریف شکست میده و میره به فاینل وزن 80 کیلوگرم. آرزو داریم که نثار همچنان در سطح بزرگ سالا هم درخشش داشته و باشه و بتونه که سر افغانستان دستار داشته باشه. یه هم پاکات، دو پاکات همزمان، یعنی دو امتیاز همزمان توسط یک پاکات. یه هم پاکات بعدیش که امتیاز شد، یه هم دو لیچاگی بسیار خطرناک نثار که تانست سحاک به زمینم پرتاب کنه.